معاون اول روحانی فاش ساخت قاسم سلیمانی نفت می تا سود کلان آن را وقف فتنگری های سپاه قدس در کشور خارجی کند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا فاش ساخت که قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سبا در یک مقطعی از طریق دور زدن تحریم ها برای کمک به نیروهای نیابتی حکومت و گسترش ناامنی و فتنه در منطقه و جهان نفت فروخته است وی در ادامه افزوده است که ستاد مقابله با تحریم که در شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده بود و وزارت نفت مجوز فروش 8 میلیون بشکه نفت از طریق دور زدن تحریم ها را دادند هیچ کس نتوانست حتی بشکه نفت بفروشد تنها کسی که توانست در مقطعی به ما کمک بکند قاسم سلیمانی بود معاون اول روحانی به تاریخ و میزان نفتی که در اختیار قاسم سلیمانی بود اشاره نکرده ولی ولی گفته از قاسم سلیمانی با انتقادهایی که در زمینه ی عدم فروش نفت به دولت میشد مخالف بوده و در جلسه ای به آنها که مدعی فروش نفت بودند گفت چرا بیخود ادعا می کنید هیچ کدامتان نمی نفت بفروشید جهانگیری همچنین گفته سلیمانی با روش های نوآورانه و پر ریسک توانست تحریم های نفتی را دور بزند و میلیاردها دلار را جابجا جا و وارد کشور کند صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران از دو میلیون بشک طی دوران قبل از تحریم ها به حدود 300 تا 400 هزار بشک سقوط کرد و در برخی ماه‌ها به 100 هزار بشکه رسید اسحاق جهانگیری همچنین خبر داده که از مرداد امسال وضعیت فروش نفت بهتر شده ولی درباره جزئیات فروش نفت ایران ات این نداده است. محمود از زهار وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس پیشتر در گفتگو با العالم شبکه عرب زبان تلویزیون دولتی ایران گفته بود در دیدار سال 2006 با قاسم سلیمانی در تهران مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک دیگر به مردم غزه را توضیح دادم و حاج قاسم فورا درخواست ما را پاسخ داد به ای که روز بعد که پایان سفر بود 22 میلیون دلار در چمدان های فرودگاه تهران دیدم. از زهار افسوده بود قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود و اما هیئت حماس نه نفره بود و نمی توانستیم بیش از این حمل کنیم زیرا چمدان چهل کیلوگرم گنجایش داشت قاسم سلیمانی پول فروش نفت را که به مردم گرسنه و بیکار مردم ایران نمیداد او پول دور زدن تحریم ها را به گروه های نیابتی و تروریست خود در منطقه و جهان میداد تا دامنه ناامنی و بی بی‌ثباتی را گسترش دهند نشریه وابسته به سپاه نسل جوان و نوجوان تهدیدی علیه حاکمیت کشور است. نشریه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران ایران با اشاره به اینکه متولدین دهه هفتاد و هشتاد شمسی موسوم به نسل زد تهدیدی علیه آینده سیاسی و فرهنگی کشور هستند حکمرانی بر آنها را به راحتی نسلهای دیگر ندانست این نشریه وجه تمایز نسلهای دهه هفتاد و هشتاد با نسل های پیش از خودشان را تولد و رشد در خانواده های کم جمعیت برشمرد و انتقاد از اخلاق و روحیات آنها بیان داشت امروزه هرچند در کشور ما توجهی به نقش نسل زد در شکل دهی آینده سیاست داخلی و خارجی کشور ما نمی شود. اما بررسی برخی از کنش های شاخص این نسل به ویژه در فضای مجازی به خوبی نشان میدهد حکمرانی بر این نسل به راحتی نسل های قبل نخواهد بود این نسل برخلاف نسل های قبل از خود عمدتا تبعی معترض نسبت به وضع موجود دارند و به گونه ای که حتی برخی جامعه شناسان آنها را نسل پولارالیست می خانند. این نشریه وابسته به سپاه رفتار اعتراضی نسل جوان و نوجوان ایرانی به وضع موجود و گرایش های آنها را تهدید جدی برای نظام موجود بر برشمرد و افزود متاسفانه بی توجهی به این نسل زمینه را برای تبدیل شدن بخشی از این نسل به یک تهدید جدی علیه آینده ی نظامات فرهنگی و حتی سیاسی کشورها فراهم کرده است با نگاهی به روند فزاینده اعتراضات اجتماعی ایران در چند سال اخیر با این رسانه سپاه از آگاهی و رفتار اعتراضی نسل جوان ایرانی بیجا نیست در آخرین موج نارضایتی های عمومی در آبان 98 بیش از 100 شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده بود که اغلب معترضان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدادند طبق گزارش سازمان های حقوق بشر حدود 1500 نفر در این اعتراضات کشته شدند که تقریبا همه آنها جوان و نوجوان بودند در ادامه صبح صادق با اشاره به شکاف نسلی موجود در ایران و اعتراض نسل زد به این شرایط نوشته است با افزایش نقش سیاسی و اجتماعی نسل زد شاهد افزایش تقابل آنها با نسلهای قدیمیتر خواهیم بود چرا که نسل زد مشکلات خود را ناشی از تصمیمات نسل های پیشین می داند لذا به سرعت در مسیر عقص تصمیمات جدید حرکت می کند این نشریه در پایان فضای مجازی و فرصتی که این فضا برای نسل جوان و نوجوان ایرانی ایجاد کرده را بزرگترین تهدید برای نظام جمهوری اسلامی به حساب آورد و فعالان در این حوزه را وابسته به آمریکا دانست در پایان باید پذیرفت که امروزه بخش قابل توجهی از نوجوانان و جوانان کشورمان در فضای مجازی ساخته و پرداختی آمریکا و دیگر کشورهایی که ماهیتا مخالف انقلاب اسلامی هستند حضور دارند لذا عملا بخش قابل توجهی از فضای تربیتی نسل زد ایرانی در دست دشمن است و باید از همکنون تدبیری برای رفت و مقابله با تهدید پیش رو داشت قابل ذکر است که همکنون قریب به اتفاق شبکه های اجتماعی در ایران فیلتر بوده و نهادهای امنیتی ایران در هنگام اوجگیری اعتراضات اجتماعی به قطع کاملی یا منطقه‌ای اینترنت روی می‌آورند در آخرین مورد از این دست اقدامات می‌توان به قطع شبکه اینترنت در بلوچستان ایران در پی کشتار سوختبران بلوچ در اوایل اسفند 99 اشاره کرد پیش از این نیز طرح ایده اینترنت ماهواره ای سبب شده بود تا در تاریخ 26 بهمن 99 ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در ایران از تشکیل کارگروهی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره ای در مرکز ملی فضای مجازی خبر بدهد. فیروز آبادی که به دلیل نقض آزادی اینترنت و بیان در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، نسبت به اینکه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران ممکن است، حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی را متزلزل کند، اظهار نگرانی کرد و گفت: برای آنکه با ورود این فناوری حکمرانی فضای مجازی خدشه‌دار نشود، باید تدابیری صورت داد. 13 میلیون شهروند تهران را کم آبی تهدید می کند. مدیر عامل آب منطقی جمعیت تهران به هر شیوه ممکن باید کنترل شود. مدیرامل شرکت آب منطقه تهران میگوید باید شورای عالی امنیت ملی به موضوع جمعیت ورودی به تهران ورود کند و اجازه ندهد جمعیت تهران از حدی افزایش یابد این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمان افزایش زاد و ولد را صادر کرده آن هم در حالی که در مناطق فقر نشین و تنگ دست باعث افزایش آمار ازدواج کودکان شده است یوسف رضاپور مدیر مدیرامل شرکت آب منطقه تهران از بروز بحران کمبود آب در پایتخت خبر داده و نسبت به چگونگی تامین آب استان تهران به ویژه کلان شهر تهران در سال 1400 ابراز نگرانی کرده است او تاکید کرده که متاسفانه به دلیل تغییر نوع بارش ها و افزایش دما شاهد کاهش پوشش برف در استان هستیم بنابراین ناچاریم برای جلوگیری از جیره‌بندی آب در سال جدید برنامه های مدیریتی ویژه ای اعمال کنیم او با اشاره به جمعیت حدود 13.3 میلیون نفری تهران و برآورد افزایش آن به 20 میلیون نفر تا سال 1410 گفت سوال اینجاست که تا چه اندازه می توانیم آب مورد نیاز مردم تهران را تامین کنیم و افزایش جمعیت تهران تا کجا قرار است ادامه یابد مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران خواستار کنترل جمعیت تهران شد و گفت لازم است روند افزایش جمعیت تهران به هر شیوه ممکنی مدیریت شود به گفته او باید شورای عالی امنیت ملی به موضوع جمعیت تهران ورود کند و اجازه ندهد جمعیت تهران از حدی افزایش یابد چه ما ظرفیت های تامین آب تهران را افزایش دهیم و از طرفی بدون حساب و کتاب جمعیت تهران افزایش یابد به مشکل خواهیم خورد رزاپور تصریح کرد که مطالعات بر روی تامین آب تهران در حال انجام است ولی در خصوص وضعیت تهران و تناسب جمعیت آن با ظرفیت های آبی این استان لازم است فراتر از وزارت نیرو و حتی فراتر از دولت مطالعه تصمیم گیری و قانون گذاری شود این در حالی است که علی خامنه ای، این در حالی است که علی رهبر جمهوری اسلامی فرمان افزایش جمعیت با فرزندآوری را صادر کرده و سیاست های افزایش زاد و ولد از سوی نهادهایی چون وزارت بهداشت صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور گسترده تبلیغ می شود. این سیاستها در کنار افزایش وام ازدواج باعث افزایش بحران کودک همسری و آمار ازدواج کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در ایران نیز شده است همچنین فقر و تنگدستی جمعیت حاشیه نشین تهران را به طور وسیعی گسترش داده و بیکاری باعث شده تا شمار مهاجران به تهران بیش از همیشه رو به افزایش بگذارد این مقام مسئول شرکت آب منطقه تهران تشریح کرده که این روند در حالی نگران کننده است که میزان بارندگی امسال به نسبت سال 98 کاهش 11 درصدی دارد اما به نسبت متوسط آمار بلند مدت 27 درصد رشد کرده است به گفته رضا امسال تا روز شنبه 23 اسفند ماه میزان بارندگی تهران 226 میلی متر بوده آنگونه که مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران اعلام کرده حجم ذخیره مخازن سطحای پنجگانه تهران همکنون 566 میلیون متر مکعب است و به نسبت ذخیره سال 98 که 635 میلیون متر مکعب بود کاهش 69 میلیون متر مکعبی داشته است.